سلام، من مریم هستم، اینجا پارسی تیوی. با یه برنامه یه دیگه اومدیم خدمتتون. این بار درباره پانتئا، پناهی ها و حواشی زندگیش. پس تا پایان این ویدیو همراه ما باشید. قبل از شروع دکمه یه لایک رو بکوبید و ما رو سابسکرایب کنید. و برای اینکه قبل از همه از ویدیوهای ما مطلع بشید و اونا رو ببینید، زنگوله کنارش رو بزنید. پانتئا پناهی ها، متولد 9 آذر 1356، بازیگر تئاتر، سینما، تلویزیون و منشی صحنه. فارغ التحصیل لیسانس رشته کارگردانی سینما از مؤسسه آموزش عالی صورت که به طور اتفاقی به دلیل صدایی جذابش وارد تئاتر و سپس منشیگری صحنه شد. ایشون در رابطه با ورود به بازیگریش میگه: یه روز تو دانشگاه تهران فردی رو صدا میزدم که حسین کیانی، کارگردان و نمایشنامه نویس، صدای منو شنید و اونقدر خجالتی بود که از یه نفر خواست تا از من بپرسه کار تئاتر میکنم یا نه. منم گفتم نه، تئاتر بلد نیستم. از من پرسیدن دوست داری تئاتر بازی کنی؟ منم گفتم بدم نمیاد تجربه کنم، اما هنوز آشنایی با تئاتر نداشتم. آقای کیانی منو سر تمرین‌های تئاتر بردن و تازه در پروسه تمرین فهمیدم چه اتفاقی تو تئاتر میفته. اون مقطع مشکلاتی تو زندگی داشتم و از حضور روی صحنه تئاتر با آرامش میرسیدم. در سال 1376 وقتی 20 ساله بود با گروه همسرا در نمایش دژ هوشربا حرفه‌ای بر روی صحنه رفت و بعد از اون با نمایش سیاها تجربه اجرا در ایتالیا رو هم به دست آورد. پناهی ها در رابطه با ورود به منشیگری صحنه میگه: اون زمان کم سن و سال بودم و تئاتر سیاها رو بازی میکردم. با خودم گفتم چه چیز بیشتری از بازیگری میخوام؟ در تئاتری مهم بازی کردم، با این تئاتر به خارج رفتم، خودم و گروهمون معروف و مشهور شدیم. پس همین برای من در عرصه تئاتر کافیه و باید دنبال کار دیگه‌ای بگردم که منو خوشحال کنه. به همین دلیل منشی صحنه شدم. وی اشاره میکنه به اینکه قبل از منشی صحنه‌گری در چند تئاتر بازی کرده، ولی اون اتفاقی که باعث شد احساس کنه به نوعی به ته تئاتر رسیده و براش کافیه نمایش سیاها از حامد محمد طاهری بوده. پناهی ها در ادامه در رابطه با منشی صحنه‌گری و اینکه اولین کسیه که بازی بازیگرانو میبینه میگه: چون آدم به شدت حسی هستم، بیشتر بازیگرانی که تکنیکی کار میکردن به دلیل اینکه حسشون رو نمیتونن از طریق چشمشون منتقل کنن توی ذوقم میزدن و من همیشه این نکات رو به کارگردان میگفتم و متذکر میشدم. او همیشه سعی داره حس رو در صحنه جاری کنه و به طور مثال وقتی بازیگری گریه میکنه با او گریه میکنه و وقتی میخنده از ته دل میخنده و نمیتونه جلوی خنده هاشو بگیره. حتی گاهی برای اینکه بازیگر بتونه راحت تر بازی کنه و دیالوگو بگه، پشت دوربین دیالوگا رو مقابل او میگیره. در سال 1379 با فیلم اول محمد اربابیان به نام آن مرد را نکشید کار کرد که توقیف شد، اما پس از اینکه تصویر خودش رو در فیلم دید با خودش عهد کرد دیگه در سینما بازی نکنه. در واقع در پروسه فیلم برداری این تصمیم رو گرفته بود، چون از کات‌های مداوم و به هم ریختن حس‌ها اذیت می‌شد. پانتئا پناهی ها، سال 1394 با سریال شهرزاد با نقش شربت و در سال 1397 با سریال بانوی امارت در نقش افسرالملوک وارد قاب تلویزیون شد. اولین فیلمی که به طور حرفه‌ای به عنوان یک بازیگر دعوت به کار شد فیلم گس بود. قبل از اون در چند فیلم از جمله آن مرد را نکشید
مواجهه و دیگر فیلم هایی که منشی صحنه بود در چند سکانس بازی کرده بوده. پناهی ها شهرت رو دوست نداره و همیشه معتقد آدم باید کار خودش رو انجام بده و سرش به کار خودش بشه و اهمیتی نداره که مورد توجه باشه و از حاشیه خوشش نمیاد. او میگه هر بار که در تئاتر جایزه گرفتم واقعا خجالت کشیدم. وقتی به خاطر سریال شهرزاد مردم تو خیابون یه جور خاصی به من توجه میکنن، وظیفه و مسئولیت سنگینی برای من به وجود میاد. من همیشه از نقشی که بازی میکنم خجالت میکشم و وقتی بازی خودم رو میبینم به نظرم از همه بدتر هستم. به این معروفم که بعد از تئاتر هم همیشه گم میشم، مگه اتفاق خاصی بیفته و مثلا 30 تا اجرا رفته باشم تا من کم کم پیداشم. تو سینما هم اساساً با شنیدن صدا و تصویر خودم اذیت میشم. حال عجیبیه وقتی خودم رو روی پرده میبینم، از خجالت تو صندلی فرو میرم. تئاتر رو برای زندگی کردن و لذت بردن ترجیح میدم. در موقعیتی هستم که به خاطر سابقم هر تئاتری رو نمیتونم کار کنم که منو راضی نگه داره. از افتخارات خانم پناهی ها میتونیم به این موارد اشاره کنیم. سال 1398 تندیس بهترین بازیگر زن درام جشن دنیای تصویر برای سریال بانوی امارت را از آن خود کرد. سال 1396 تندیس بهترین بازیگر نقش مکمل زن در جشن خانه سینما برای فیلم لاک قرمز را از آن خود کرد. سال 1395 سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول زن جشنواره بین المللی فیلم فجر برای بازی در فیلم نفس را از آن خود کرد. سال 1394 تندیس بهترین بازیگر نقش مکمل زن جشن خانه سینما برای بازی در فیلم گس را از آن خود کرد. سال 1392 دیپلم افتخار بهترین بازیگر برای بازی در فیلم خانوم در بخش نگاه نو 32 دوره جشنواره فیلم فجر را از آن خود کرد. مرسی از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظرات و پیشنهادات خودتون رو پایین همین پست برای ما به اشتراک بذارید. همچنین اگر هنوز عضو کانال ما نشدید، خوشحال میشیم که با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.